اگه یکی ازتون پرسید زیباترین مات تاریخ شطرنج کدومه، چه جوابی براش داری؟ یکی از خارق العاده ترین و کمیاب ترین کیش و مات های تاریخ شطرنج در سال 1991 در یک بازی به یاد ماندنی ما بین نایجل شورت و یان تیمان شکل گرفت. یک تابلوی نقاشی، یک صحنه هنری برای کل تاریخ شطرنج. باهات شرط میبندم اگه تا امروز این معما رو ندیده باشی به هیچ وجه نمیتونی جوابش رو پیدا کنی. میخوای روزها بشین بهش فکر کن. جواب این معما پیدا کردن کار هر کسی نیست. سفید شروع و سیاه رو مات میکنه. باور میکنید مهره های سیاه تکون نمیتونن بخورن، هیچ کدومشون جایی ندارن برن، ولی سفید برای بردن این بازی نیاز به یک اقدامی داره. شاید خیلی از ماها بریم به دنبال این طرح ها، اما مواظب باش وزیر و فیل تو این قطر وجود دارن و اینجا جادوی نایجل شورت رو با هم دیگه میبینیم. پیاده روی تاریخی شاه سفید، حرکت بریلیانت درخشان شاه به خونه اشتو. این دیگه چیه؟ این چه حرکتیه؟ سیاه متوجه ایده نمیشه، رخ رو میذاره 3-8. نایجل شورت با تمام ابهت شاهش رو یکی دیگه میاره جلو. شاه وارد خونه جسه میشه، حریف بازم متوجه نمیشه، رخ رو بر میگرده و شاه یکی دیگه میاد جلو. شاه وارد خونه F4 میشه. مسیر شاه مسیر مات کردن حریف. شاه میخواد به خونه 6 برسه، فیل به 3-8 میره که رخ رو بزنه، اما دیگه دیر شده، شاه وارد G5 میشه. اگه رخ رو بزنی شاه H6 کیش و ماتی که تا حالا تاریخ شطرنج به خودش ندیده، شاه رو از خونه G1 برداری ببری به خونه H6 که حریفت رو کیش و مات کنی. مگه داریم یه همچین چیزی؟ مگه یه همچین معمایی اصلا امکان پذیره؟ این ایده ای بود که نایجل شورت زد به یان تیمان و اینجا حالا میتونست کارهای دیگه ای بکنه، ولی مثلا شاید فکر کنیم شاه H7 ولی میزنیم توی G6 کیش، اگه پس بگیری نمیتونی، اگه نداره اصلا نمیتونی، باید بری پایین حالا کیش و حالا این الگوی ماتی رو ببین. عزیز من وزیر این بار توی خونه G7 حریف رو مات میکنه، اصلا دیدنش لذت بخش این مات. شاید بگیم خب حریفش کیسه بوده، این مات درسته ایده فوق‌العاده بود، اصلا یه بار دیگه فقط مسیر رو ببین. مسیر اصلا یه چیز عجیبیه، خیلی ها فکر میکنن خب اینجا راهی وجود داشت قطعا، بیایم یکی دو حرکت ببریم جلو. اینجا دیگه کار تمومه، اینجا دیگه انجین میگه بزن تو رخ، دیگه هیچ راه دیگه ای نداری. شاه F4 G5 ماتی، دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی. ولی خب یه حرکت ببریم عقب، بشینیم به رخ حریف. یادتونه گفتم این قطر توسط فیل و وزیر گرفته شده، حالا دیگه گرفته نشده و سفید میتونه دو تا طرح برد رو اجرا کنه، یکی از اون یکی زیباتر. از G5 فیل و قربانی میدیم و حالا رخ F4. دیگه فیل اینجا نیست ماتمون کنه. قبل از این جریانات اگه میرفتیم، اگه اس میرفتیم خودمون مات میشدیم، پس باید مواظب باشیم. ولی حالا که شاه اومدیم فیل و گذاشت اینجا که رخو بگیره، اینجا البته بگم که دیگه این طرح جواب نمیده، چون اگه بخوای همینجوری بری وزیر این رو هم میزنه، شاه بری اینجا دیگه شاه H7 داره، دیگه رخت اینجا نیست، این طرح دیگه اینجا جواب نمیده. اما چجوری سفید بازی رو میبره؟ بعد از فیل 3-8 گفتم، از G5 فیل در D7، حالا رخ به خونه F4 میاد، یا رخ کامل به حریف داده، اما از طرف 7 بدون دفاع، رخی 7 هم میزنمش، مثلا وزیر در A4، از طرف 7 وزیر چشم مات بدون دفاع بزنه میزنم، اینجا وزیر در G6 و اینجا کیش و مات داره روی صفحه شطرنج دوباره خلق میشه و سیاه مجبوره که اینجا تسلیم بشه. مثلا اگر ایشون رو هم بزنه، حتی وزیرش رو نمیزنیم، رخو میریم F7 و مات بدون دفاع، کیش شاه J1، میتونی یه کیش دیگه بدی ولی میزنمت، حالا ماتی و کاریش نمیشه کرد. چه ایده ای. یا ایده دیگه ای که سفید میتونست این بازی رو ببره این بود که G4 کنه، بعد از اینکه فیل 3-8 بازی شد G4 کنه، بزنی تو D7، بزنه تو H5 و حالا اینجوری میخواد با H6 ماتت کنه. یعنی اگر یه کار دیگه بکنی H6 این بار وزیر رو پیاده، اگه بزنی تو ایشون، اگه بزنی تو ایشون وزیر کیش و اینجا کیش و مات. سفید در هر صورت این بازی رو
میبرد. ایده خارق العاده است، ایده استثنایی، شاه اچتو یک پیاده روی استثنایی، جایی که شاه خودش دست به کار میشه و حریف رو مات میکنه. اگر از این نو ویدیوها خوشت میاد حتما توی کانال لذت شطرنج عضو شو و لایک رو بزن و نظر خودت هم برای ما بنویس. از شطرنج زندگی لذتشو ببر.